موضعی بگیرین. خیر کو اسکر. شوهر دامونده تو را زنده نمیمانن. طفلتا بیگی سود از ایجا فرار کن. زنده باشی، خداوند از تو راضی باشد. ما هرگز این کارتا فراموش نمیم. طفل مدم اینجا کشته شد، قلب ماتش گرفته. ما درد اولاده بسیار خوب میفهمم. حالا فرار کن، زود باش. حالا حال خواهد آمدن. سلام، روز بخیر. ما با یک بایی که خورد ضرورت دارم. شما دارین؟ در اونجا دوتا داره، میتونین ببینه. بسیار خوب است. و دیگه یکان چاقو یا قیچی اگه دارین برم بتی. اسکارا جمع شوید، میریم. قماندان صاحب مر میخورده. اما قماندان صاحب، شهیدای ما چطور میشه؟ به خاطر گرفتنشان برمیگردیم. یک امر است، زود باشید. بچم لطفاً مرا ببخش. ای کارا به خاطر خوبی تو انجام میدم. هوش کنی صدای تنکشید درست است. قربانت شوم بچه مقبولم. خداوند کمک میکنه. خداوند با پدرش صبر بده. خداوند بیامرزش. به هر صورت خدا مغفرتش کنه. خدا را چی کنیم؟ بیچاره دختر خدا را رحمتش کنه.
راحت بانش حسن بیادر. این خانم قومندان نیست، کجا میری خواهر؟ چی شده؟ ما رو به جنجال ننداز. قومندان همیرا گفت نه که ما با طفل جای رفتن هم میتونم، اما پیش ما طفل نیست. گفتم راحت بانش حسن بیادر، بیازو تنها میره. میشه که بکسه تبه ما بتی؟ اگه میخوایی دا پیشت بگیریش، بیازو وزنش کم است. خدای هزار بار شکر. دخترم اولیایم، اولیایم دخترم، کجا میری؟ مرا رها کده کجا میری؟ قربانت شوام دخترم، بخیز دخترم، دخترم کجا میری؟ دخترم مرا تنها مانده کجا میری؟ دخترم عامر صاحب ایره پیدا کده. امکان نداره، او گردن بند از لیف است. سلام، خسته نباشین، میتونم از اینجا آب بگیرم؟ لطفا کمه عجله دارم. درست است، بگیره. خبرهای ما را با یک خبر که همین لحظه بعد از ما رسیده ادامه میتیم. امشب در درگیری که در کاپاکاوی صورت گرفت، سه عسکر ما شهید شد. بر اساس اطلاعی که از طرف وزارت دفاع ترکیه نشر شد، اسامی عساکر شهید شده ما قرار ذیل است: مراد بایگ، سیفی کیشچی، قماندان دیریزایی، که بعدا اجساد این شهدا به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. تا ساعت خبری بعدی ما شما را به خداوند می‌سپارم. چی؟ نه خیر، نه خیر، خدایا قومندان دنیز آیدین اینجاست؟ از شما میپرسم عسکرا، قومندان دنیز آیدین اینجاست؟ نیز جنرال صاحب. هر جایی کس برن صدایش کنین. گپ من نمیشنوین؟ گفتم که هر جایی از صداش کنین اینجا بیایه. صداش کنین. چرا نمیفهمین من پدرش هستم؟ در جنگ امشب شهید شد. خداوند با شما صبر بده. تو چی میگی؟ چی میگی؟ بچیم دوست چی میگه؟ جایش جنت باشه قومندان صاحب. مرا دیوانه نسازید، مرا دیوانه نسازید. درست پیشم اینجا آمده بود، فقط درست پیش اینجا آمده بود. دیدی در جنگ شهید شده؟ شما کجا بودین؟ چی میکردین؟ چرا از قومندانتان محافظت نکردین؟ <تص->
خواهش میکنم بگوین که دنی نمورده. تو با کدام روی جا آمدی؟ با کدام روی آمدی؟ دنیز از دست تو از بین رفت، قاتل تو هستی. شما چی میگی؟ دنیز نه خیر، نه خیر، از اینجا برو. نمیخوایم دیگه تو رو ببینم، نمیخوایم تو رو پیش روی ببینم. من هیچ گناهی ندارم. صبر کن، جسد را زمین برد. دنیز نیست، روحش شاد باشه، ببرینش. خدا بیامرزش. بچه‌م کجاست؟ گفتم دنیز ما کجاست؟ کسی دیگه نبود جنرال صاحب. انشالله که زنده است. کماندانتان کجاست؟ شما نمیفهمین؟ ما دیدیم جنرال صاحب. عمر میخورد. اگه زخمی شده پس کجاست؟ ما کماندان دنیزه میخوایم. جنرال صاحب، قاچاقچی ها بعض اوقات جسدها را با خود میبرند. ما بچه ما میخوایم، زنده یا مرده، اما بچه ما پیدا کنیم. گفتم بچه ما میخوایم. شاید حال پنهانش کرده باشه، بسیار سخت است که مکانهای مخفی اونا را پیدا کنیم. جنرال صاحب یک دقیقه. ما جاهای مخفی شانه دیدیم. ای جسد چی شد؟ چی شد؟ اما تباه شدم. بفرماین جنرال صاحب. امیدوار هستم کدام اشتباه نکده باشی، چون ما اشتباهات هیچ خوش ندارم. نه خیر جنرال صاحب، اشتباهی نشده، همه چیز خوب است. یعنی فکر کنم وظیفه تمام شد. همه قسم است؟ بله وظیفه تمام شد جنرال صاحب. جسد قماندان چند لحظه پیش به دست ما رسید. خوب است، خوب است.
خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. حالا چی خواد کردم؟ تو اینجا چی میکنی؟ جنرال صاحب، زود برو اسلحه بگی، با جنگ میریم. عجله کن. اطاعت میشه جنرال صاحب. حالا زود شو. دختر مقبول ما کجاست؟ در اتاق خود است، اما خوب نیست آقا. آه، حال ما او را خوش میسازم. خیرت از قدرت؟ کدام خبر خوش شنیدی؟ یه خبر خوش با دستم رسیده. از شانهایم بسیار یک بار بزرگ پاس شد. از شانهایم یک بار بزرگ پاس شد گفتم. حالا عجله کنین، حالا عجله کنین، زود شوین، در موتر را سوار شوین. پلیس آمدن؟ گردن بنا پیدا کدن؟ پیدا کدن سنم خانم، پیدا کدن. هولیای ما به قبرستان و ایلیفان به زندان روان کدم. حال خوش شدی؟ یلمازگوره المنتظر امر شما از قماندان صاحب. تو دیوانه هستی؟ مثل که نوشیدینی؟ ما به خاطر عزیز دادن اولاد خود عقل خود عزیز دادیم. تو چی میگی؟ ما اولاد خود فروختیم، اولاد خود. اما بعد از این سر تو هم رحم نمیکنم. این بار باید خوب پول زیاد برم بتی. خدا تو را لعنت کنه، بازا مرا اختار میدی؟ صبر کو، صبر کو، نوی کار شروع شده. بعد از این هر چیزی که بخوایم باید برام بتی دختر، فهمیدی؟ خوب، درست است، اما این بار آخرت است. چی هست؟ امرای کی گب میزدین؟ گفتم امرای کی گب میزدین؟ مهمات بررسی کنین، من نمیخوایم کدام اشتباهی شود. دعا کو که دینیس پیدا شود، دعا کو. حرکت کنین. چرا گنگه شدی؟ امرای کی گپ میزدیم؟ امرای ایشه، پدر میخواست که به کدام محفل بره، به او خاطر از من لباس میخواست. براش گفتم که ندارم، اما ایش قبول نمیکنه. یعنی وقتش رسیده که دختر ما لباسهای جدید بخره. اما قسم است چطور؟ تو را با خریداری روان کنم. مثلا با پاریس یا میلان، ها؟ هر جایی که تو میخوای. میگم دیگه از کجا شد؟ سنم تو بسیار خسته شده، میفهمم دینی سر از یاد جگر خون ساخت، مام تو را خفه ساختم، ها؟ هر جایی که میخوای اونجا برو. راست میگی؟ پدر جان. اما پیش از او یک موضوع مهم حل بسازیم. طفلت باید سخت کنیم. در کجا مر میخورده؟ ما او جای ندیدیم جنرال صاحب. بیشتر خو گفتی ما دیدومش. ما در موتر بودم، با نیروهای کمکی تماس میگرفتم. بعدا دیدم که خونالود روی زمین افتیدم. درست است، فهمیدم، فهمیدم. پدر گوش کنن که چی میگم. ما او دینیز دوباره آشتی میکنیم. تو دیوانه هستی دخترم، ها؟ گوش کن،
دینیز طفل تو را قبول نمیکنه. باور که دخترم ایش نمیفهمی. او تو را رها کرد و رفت قصید نشد. تو چرا نمیفهمی دخترم؟ پدر جان او پس میایه، من میفهمم. او مرا بسیار دوست داره، پس میایه. خوب است، حالا برش زنگ بزن. زنگ بزن. بگی. شماره را که شما در نموده اید خاموش می باشد. بعد از شنیدن بیپ پیامتان را گذاشته می تانید. سنم آماده شو. هر چی زودتر باید این کار حل شود. می خواهید که مرا مثل امیم جزایی بسازین؟ ما مثل او احمق نیستم. اگه بمور من بازم طفل خود شق نمی کنم. اگه بار دیگه ای قسم امرم گب بزنی، عاقبت تو مثل او خواد شد. تو اینجا چی را گوش میکنی جالا؟ دکتر برم گفت که فردا وقت دارم، میخواستم میره برات بگویم. زن احمق! بفرماین خواهر، ایره بنوشین. از دینیس کدام خبره؟ از او را پیدا کردن؟ نه خیر، هنوزم کدام خبره نامده. پنجاو یک چلنو با مرکز. پنجاو یک چلنو مرکز مشنوم. یک شخص متهم به قتل میپالیم، از استانبول آمده، شاید هنوزم دوان باشه. نشانیاش برام گفته میتونین؟ یک دختر محصل تقریبا 20 ساله از نامش. فهمیده نشد. شما خوب هستین؟ آهسته. جایی را که دختر گفته بودم اینجاست قمندان صاحب. چپ باشین. اینجاست؟ بله. کارتال یک به جای خود رسید. کارتال دو به موقعیت رسیدین؟ رسیدیم آقا. یک موتر میه. او دینیز است. درست است. همگی تان چپ باشین، صدایتان را نکشین، از پشت با اونا حمله میکنین. هر قدر که قوی باشن باید اونا را از بین ببریم. ما قوی هستیم، این کار انجام میدیم. همگی فرار کنین. اما قبولای ما هم نکدن. کلگتان فرود کنین. تو چی کردی؟ اشتباهن فایر شد جنرال صاحب.
هیچ کس نیست قماندان سر. داخل میریم. الان زنده است، زنده است، کمک کنم رای دینیز، ما آمدیم بچم، حالا کمکت میکنم، کمکت میکنم، کمکت میکنم، کمکت میکنم. خواهر اگه میخوای تو را به خانه برسانم، بی بی امرای طفلت به ایجا به عذاب میشه. نه خیر، تا وقتی که از او خبر نشم جایی نمیرم. عملیات موفقانه انجام شد، اسیرا را گرفته پس میایم. خدایا او زنده است، زنده است. خواهش میکنم یک بار بپرسین که حالتش خوب است. 51-51 مرکز، میتونین درباره اسیر گرفته شده معلومات بر ما بتین؟ همراه ماستن، همه ایشان را گرفته میایم. خدایا هزار بار شکر. ابراهیم پدرت زنده است، خدا را شکر. تو شنیدی؟ او زنده است جانه. خدایا هزار بار شکرت، خدایا شکر. آمدن، اونا آمدن. دینیز دینیز کجاست؟ خواهش میکنم یک چیز بگوین، بگوین که دینیز کجاست، لطفا بگوین. دینیز نیست، دینیز در هیچ جای نبود، پیدا کده نتونستمش، کلش از دست توست. ما چه متبا کردی؟ من هیچ گناهی ندارم، چرا برای خودم میگی؟ از پیش چشم برو گمشا، برو گمشا، نمیخوایم ببینمت. تو چی کردی؟ تمام کارا از دست تو است. اگه او خانم نمیماندی که فرار میکرد، باز ایچه قسم یک گپ نمیشد. از دست تو یک دیپو مال ما از دست ما رفت. من ندیدیمش، وقتی پایین رفتم فرار کرده بود. شباش تمام ای عملیات به خاطر یک قماندانشان است، تمامشان او را میپالند. او چاوش چی کرد؟ ما فردا یک بار به دیدن او میرم. برش بگو که مالای ما را پس بیاره. او قبول خواد کرد. برش بگو که امانت او پیش ماست، باز مجبور میشه که بیارش. من اتفاق به دنیا میارم که پفو میدین. سنم بیبی، پدرت فقط به خاطر خوبی تو این قسم میگه. تو همین قسم فکر کن، او بدون از خودش دیگه درباره هیچ کسی فکر نمیکنه. مادر میگه به فامیده، تو هم به زودی خواد فامیدی. سنم. آقا خانم شنایی آمدن. سلام آقا قدرت، باید با هم گپ بزنیم. دباره دینیز است. چونه ای مادر، میفهمین که این همراهی ما چی میکنن؟ بارو گم شو، ایره با اتاقش ببر. بریم، بریم جانم. شما هر چیزی که میخواین زود بگین، ما عجله دارم. آقا قدرت، ما فعلا نه من حیث خانم جنرال سنجر و نه هم نیسه خود شما، اینجا پیش شما نامدیم. میفهمین مشکلات زیاده را دیدیم،
اما ما فعلا فقط من ایسی یک مادر اینجا پیش شما آمدیم. ما باید همراه دینیز گپ بزنم. ما هیچ از او هیچ خبر ندارم. خواهش میکنم همراهم کمک کن. خواهش میکنم، میخوایم یک کلمه همراهش گپ بزنم. میفهمم مرا، فقط خودت کمک کده میتونی جنرال. خانم شنایی، ما استعفا دادیم، حال دیگه هیچ کار کده نمیتونم. وها، هیئت رهبری کوشش میکنن که ما را از این قرارگاه بیرون کنن. وها، رابطه کماندان دینیز صبری بسیار خوب است. اگر میخواین شما پیش جنرال صبری برین و امرایش گپ بزنین. احمقای بی شرف، قماندان صاحب حتما اونا گرفتن. میفهمن که چقدر شخص مهمه است. خدا جزای تو رب، تا باز کدام خیانت کردی؟ چپ باش دیگه، وقت پولا را میگرفتی خو خوش بودی. ما باید این کار خلاص کنم. اگر کس خبر شو که جسد او گم شده، باز ما تبا میشم. تو برو بی بی. امشب اینجا بودم میتونیم. درست است آقا قدرت، قسمه که شما میخواین اما قسم میشه. خوب است آقا، زنده باشین آقا. سلام، بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین. سلام. بازم میخواییم براتان یادآوری کنم. اول باید درباره وضعیت فعلی کشور گپ بزنیم آقا. بینده های ما قسم بسا را بسیار زیاد خوش دارن. بعدن برنامه کمه که جدی شد، باز موضوع پس کردن چادر دخترتان توسط پلیس دمیان میگذاره. شما تشویش نکنین، ما آماده استم. شما سوالاتتون رو بپرسین، دیگه شب ما بونید. از دست درازی با چادر دخترم شروع میکنم و به همه نشان میتم که همیشه پشتیبان خواهرای چادر پوش خود میباشم. اگه ضرورت شو اکشن قطره خونم خاطر اختاندم. بیازو دا پیشم، بزن صدای مهم است. وها، برنامه تون باید پیش از نماز خلاص شوه. آره، نباید با کسی فرصت باتون که پشت ما گپ بزنن. درست است آقای محترم، کاملا به خواست شما پیش میبریم. شما وقت نماز به ما اشاره کنین، ما هم نظر به او برنامه ما را وقفه میتیم. این قسم بینده ها منتظر خواد بودن. ما با اجازه تون میرم آمادگی میگیرم، باز میبینیم. آره دوستا، زود شوین، 15 دقیقه وقت داریم، عجله کنین. دباره کدام اسناد گپ میزنین؟ تمام دوسیار خوش ما آماده کردین. دخترم اسناد چی؟ بیبی، تمام شوراق سفید است، نمیبینی؟ ای عادتم است که به خاطر ترساندن مردم دوسیه سفید نشان میتم.
مهم اسناد نیست، مهمی است که یک چیز را نشان بدی. حق مردم با چشمشون از هر چیزی که دیدن باور میکنن. هیچ کس فکر نمیکنه که یک شخص مثل ما دروغگوی باشه. بله، صبحنامه آماده است. یانگا، بیبی یک چیز دو تنیام آماده کرده. شاید تا هنوز نخورده باشی خواهر جان. حالا بفرما. حالا یانگا نشرم یاده گه. میبخشین که بار دوش شما شدیم. همراه طفلم چند روز از کینجستم. خواهش میکرم یانگا. چرای تو میگی؟ بازی گپ ازت نشتمم. همه تو نیست خانم؟ هیچ تشویش نکن. ای وظیفه ماست که قومندان صاحب پیدا کنیم. تا وقت که عاقبت او معلوم نشده تو سر چشمای ما جای داری. اگه بگویی که میرم بازم برات اجازه نمیتون فهمیدی؟ خداوند از شما راضی باشه. به خداوند سپردیم تیانگا. متوجهش باش. توی بلاره سرما وردی. بانش که خانه خود بره. دیوانگی نکو، ما با او ضرورت داریم. اگه قومندان صاحب زنده باشه باز، تا وقتی که جسد قومندان صاحب پیدا میشه او را از اتاق بیرون نمانی. هیچ کس نباید بفهمه که او اینجاست. فهمیدی؟ قومندانه، افراد شما اختطاف کرده. والا ما چیزی نمیفهمم. نه چیزی دیدیم و نه چیزی شنیدیم. نمیفهمی؟ نشنیدی؟ ندیدی؟ همه قسم است؟ بله جنرال صاحب، نه چیزی شنیدیم و نه دیدیم. بچم، تو بیرون شو. حالا بریم حقیقت بگو. او قومندان بچه اصلیم است. تو میفهمی او بچه ما است. به خاطر پیدا کردن او از استانبول به اینجا آمدیم. حقیقت بگو، تمام منطقه را زیر و زبر میکنم تا او را پیدا کنم. زنده یا مردش فرقی نمیکنه، پیداش میکنم. اگر گپ نزنی از اینجا زنده بیرون نمیشی. کوشش کو که گپ بزنی. اگه گپ نزنی باز دیگه شخ خودت میفهمی. حالا برم بگو کی کاری کی هست. برم بگو. چرا گپ نمیزنی؟ برم بگو دیگه. ای کاری کی هست؟ برم بگو. من نمیفهمم کاری کی هست. افراد ما همراهی مرکز اردو یک رابطه دارن. اونا با ما گفتن باید او زن اختطاف کنیم و با ما خبر دادن که سر ما حمله میشه. والا زنده یا مرده بچه تانا ندیدیم. تو باید راست بگویی، باید راست بگویی. راست بگو. گپ ما فهمیدی یا نه؟ راست بگو. چی کنیم بچه؟ با مادر کلانت زنگ بزنیم. خدا کنه او خوب باشه. بینده های عزیز، با برنامه ما خوش آمده. آقا،
در یواخر در جای درباره شما گپ زده میشه. با مردم سوال خلق شده، میگن کی شخص کی است، یعنی شما را کی حمایت میکنه، چطور شد که قدر زود شما مشهور شدین؟ تمام ملت از من حمایت میکنن، من یک صدا از بین تمام ملت ساکن خود هستم. از او خاطر مردم تمام گپای ما باور میکنن و این رهبر فقیر خود هیچ جای تنها نمیمونه. خب بجز مردم دیگه کی از شما حمایت میکنه؟ خداوند از من حمایت میکنه، همراه هر کسی که خداوند باشه او همیشه موفق میباشه. خب به خاطر مقاومت کردن در مقابل پلیس شما باید یک سال زندانی شوید. در این باره کدام تدابیر گرفتین یا نه؟ من در این راه سر خود تیر استم. یک سال حکم است. اگه هزار سال مرا زندانی بسازن مثل یک لحظه سپری میشه. ببینین در رای که ما حرکت کردیم امرای مردم خود وعده کردیم که کمک کننده بیگستا و صدای مظلومین میباشم. البته ما میفهمیدیم که در این راه با دشواری های زیادی روبرو خواهد شدیم، اما ما هیچ وقتی را فکر نکرده بودم که اونا با چادر دخترم دست درازی میکنن و اونا اینقدر پست و ظالم خواهد شدن. ما از شما میپرسم کدام وجدان قبول کرده میتونه که با چادر دختر معصوم ما دست درازی کنن؟ اما این را باید خوب بفهمند که دست درازی با چادرهای دخترهای ما در جاش باشه که قصد جان ما را بکنن و دانه دانه اعضای خانواده ما را از بین ببرن. ما بازم با پای خود استاد میشم و هیچ وقت از این را بر نمیگردم. حالا وقتش رسیده که هر کس آزادانه از اعتقاد خود پیروی کنه. همگی باید تیره بفهمه که حالا وقتش رسیده که به اعتقادات همدیگر احترام داشته باشیم. ما همه قسم یک نظریه و همه قسم یک هدف دارم. این را همگی باید بفهمه. این موضوع چادر پوشیدن کدام موضوع عادی نیست، بسیار یک موضوع مهم است. او شخص راست میگه، فعلا فقط او مانده که به طرفداری دین مثل مرد گپ میزنه. البته اون که از یک دوای مهم طرفداری میکنه، باید همین قسم با جرأت و مردانه و گپ بزنه. متونست؟